ته دلت یه بدی پنهان شده باشه، یه روزی خدا رو میاره. اگه پاکش نکنی، اگه درستش نکنی، اگه پاش وایسی، خدا با قلوب انسانها کار داره. من با ته دل شما کار دارم. خدا با قلوب انسانها کار داره. خدا با قلوب انسانها کار داره. خواهش میکنم با قرآن میونه خوبی داشته باشید، راضی باشید از قرآن. بذار اینجوری بگم، خواهش میکنم خوشتون بیاد از آیات قرآن، حتی اونجایی که خدا تو قرآن تلخ صحبت میکنه. خواهش میکنم باشه. اگر خوشت نیاد از قرآن چی میشه سرنوشتت؟ میفرماد والذین کفروا فتعسن لهم، کسانی که کافر شدن نابود باشن، مرگ بر آنان باد. و ادل اعمالهم، اعمالهم خدا تباه میکنه اعمال اونها رو. ذالک به انهم کرهوا ما انزل الله، اینا چرا کافر شدن؟ اینا چرا مرگ بر آنان باد؟ اینا چرا خدا عملشون رو تباه میکنه؟ برای اینکه کرهوا ما انزل الله، کراهت داشتن از ما انزل الله. آقا این طور خدایش که کراهت نداشته باشه از ما انزل الله. ته دلت خوشت نیاد. دو مرتبه در این سوره مبارکه میفرماد هر چی ته دلت باشه من رو میارم. من دیدم ته دلت معلوم بود. الله اکبر. زبیر فرار کرده بود، پشیمون شده بود از جنگیدن با امیرالمومنین. آقا قانعش کرد که دیوانه با من نجنگ، بیچاره با من نبرد نکن. بعد رفت یک کسی بیرون گیرش آورد، بالاخره توی بیابون رو کشت و سرش رو آورد پیش امیرالمومنین. خیلی حضرت متاسف شد از این زندگی زبیر. بعد اونجا فرمود که زبیر یه زمانی یه حسادتی از من تو دلش ایجاد شد، پنهان کرد اونو، آخر اون حسادت بیچارش کرد. چی؟ ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذقانهم. الله اکبر. حالا داستانش هم حتما میدونید دیگه. میفرماید که ما دوتا مأموریت پیدا کردیم از جانب پیامبر اکرم، بریم یه جاسوسه ای رو بگیریم. یه سندی داشت میبرد برای مشتکین. وقتی رفتیم رسیدیم به اون زن، بهش گفتیم که اون برگه یادداشتی که پیشت هست تو باید به ما بدی. زبیر اول رفت پیشش، اون زن زبیر رو متقاعد کرد که من چیزی پیشم نیست. بعد من گفتم زبیر مگه میشه؟ رسول خدا فرمود. من خودم رفتم یه نهیبی به زن زدم، زن اون کاغذ رو در آورد و به من داد. از اونجا زبیر نسبت به من یه حسادتی رفت ته دلش، پنهان شد. حالا زبیر بعدها با شمشیر اومد از در خانه از زهرا دفاع کرد. 25 سال غربت کشید پای امیرالمومنین، ولی اون حسادت رو ول نکرد، یه روزی اومد بیرون. آقا ما الان چه حسادتی نسبت به اهل بیت ممکنه تو دلمون بیاد؟ نه، نسبت به اهل بیت لازم نیست تو دلمون بیاد. ما دیدیم طرف حزب اللهی فول، شیعه فول، هیئتی فول، همه چی استاندارد. بعد به یه محب اهل بیت یه حسادت و کینه تو دلشه، ضربش هم میزنه مثلا به اون. حالا نه هر محبی ها، مثلا تونم یه مشخصاتی داشت خاص ویژه. آقا 30 سال نمیگذره، 40 سال نمیگذره، کله پا میشه. چی بگیم آقا؟ مثلا شما میبینی یه تیکه انداختن به یادم خوبه و شما ته دلت کیف کردی، چون نسبت به اون یه حسادتی داشتی. بعد اونم خوب باشه ها، این میشه از غانی که ته دل هست، یه روزی بیرون میاد. اگه یه روزی دیدی این آدم منحرف شد اصلا تعجب نکن، یه چیزی پنهان کرده بوده. عجب آیه ای، آیه 29 همین سوره. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذقانهم. ته دلت هم با خدا، با ما انزل الله، با خوبان خدا، از اولیا 14 معصوم گرفته تا بقیه باید خوب باشه. ته ته دلت. چرا ما اینقدر میمیریم برای 40؟ چون اونجا محل مهرورزی مؤمنین به هم دیگه است. اینو باید تمرین کرد، اینو باید دورش گشت. چرا ما اینقدر میریم جلسه روزه؟ میگه آقا یه مظلوم من دارم،
بهت معرفی میکنم. زیاد برو پیش این مظلوم. میری پیش این مظلوم، ته دل تو چنگ میزنه تمیز میکنه، ته دل تو گریه برای امام حسین از ته دله. میفهمد اگه گریت نمیاد خودتو به گریه بزن. یا میفهمد اونایی که فریاد میزنن، زجه میزنن، زمزمه میکنن، اینا کمک میکنه دیگه، ته دل ما رو پاک کنه. ما با سرصدا هم شده خودمون رو این طرف میخواییم نگر داریم. اینا همش موثره در این که اون باطن ما رو، اون ته دل ما رو درست بکنه. ته دلت یه بدی پنهان شده باشه، یه روزی خدا رو میاره. اگه پاکش نکنی، اگه درستش نکنی، اگه پاش وایسی، خدا با قلوب انسانها کار داره. Thank you.